بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که در سال جاری میلادی 6094 شهروند افغانستان به دلیل نداشتن مدارک قانونی در پاکستان بازداشت شدند. این سازمان گزارش داده که پس از اعلام سیاست جدید دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغانستان از این کشور، از سپتامبر 2023 تا کنون بیش از 733 هزار مهاجر افغانستان به کشورشان بازگشتند. طبق این گزارش، بازگشت مهاجران افغانستان از پاکستان در ماه‌های می و ژوئن به اوج خود رسیده و در هر یک از این دو ماه نزدیک به 40 هزار نفر به افغانستان بازگشتند. به زودی تعداد دیگری از خانواده‌های آوارگان گروه سنی‌های تندروی داعش از اردوگاه الهول سوریه به عراق باز خواهند گشت. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از مقامات محلی، این افراد که بین 150 تا 180 خانواده از گروه سنی‌های تندروی داعش می‌باشند، قرار است در اردوگاهی در شهر موصل اسکان داده شوند. شایان ذکر است عراق به دنبال بستن اردوگاه الهول که ده ها هزار زن و فرزند شبه نظامیان و حامیان این گروه سنی های تندروی داعش را در خود جای داده می باشد. وزارت کشور عراق امروز از دستگیری 4 نفر از عناصر گروه سنی‌های تندروی داعش در موصل خبر داد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت کشور و واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق نیز در بیانیه اعلام کرد نیروهای اطلاعاتی تیپ 42 لشکر 11 در حین اجرای مأموریت شناسایی و بازرسی صحرای زقیتون در واحد فرماندهی عملیات کرکوک در معرض عملیات کمین قرار گرفته و در این 4 نظامی شهید و 3 نفر دیگر مجروح شدند.